از محمد کبیر طاهری رئیس اتحادیه عتبات عالیات افغانستان از کابل پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای طاهری سلام و عرض ادب. آقای طاهری لطفاً مشکلات امسال زائران افغانستانی زیارت اربعین را توضیح بفرمایید و همچنین توضیح بدین که آیا تا کنون در روند پیگیری ها نتیجه مثبتی حاصل شده یا نه. بفرمایید. با عرض سلام و احترام خدمت شما و بینندگان محترم خدمت عرض شود که اول تشکر از اینکه صدای ما را شما انتقال دادین. ما امسال مشکلات بسیار زیاد داشتیم نسبت که شرایطی که گذاشته شده بود که با اتوبوس خود افغانستان داخل ایران شویم بیاییم تا مرز جذابه. متاسفانه افغانستان در اون شرایط نیست که این همه اتوبوس آماده داشته باشه و شرایط لازم داشته باشه. بنابراین ما تلاش کردیم تا مسئله اتوبوس حل کنیم. مسئله اتوبوس که حل شد، ما چندین نشست با سفارت داشتیم. مسئولین سفارت برای ما وعده سپردن، بخصوص جناب جلالت ما آقای قومی برای ما وعده سپردن که ما تا 27 سفر برای شما ویزا صادر میکنیم. متاسفانه شب گذشته برای ما کنسولی اعلام کرد که ما فردا تا شام برای شما ویزا صادر میکنیم، دیگه ویزا صادر نمیکنیم، چون ما دستور از مرکز نداریم. همین دستور قبلی که داریم تا 20 سفر است، تا 20 سفر ما برای شما ویزا صادر میکنیم. و متاسفانه یک تاریخ دیگر هم در ویزای ما در اواخر زده که برای ما هر ویزه‌ای که صادر میشه 24 ساعت وقت داده میشه تا ما از مرز خارج شویم. ما قادر نیستیم که زائرین را جمع‌آوری کنیم و در 24 ساعت از مرز خارج شویم، اتوبوس بگیریم، حرکت کنیم. و هیچ جنوان این امکانش نیست. ما از شب گذشته تلاش کردیم، از جناب آقای نجاری تقاضا کردیم که با زائرین همکاری کنیم. زائرین ما میمانه، حدودا زائری که اسناداش داخل سفارت نشده 20,000 نفر از کابل اسناداش داخل سفارت نشده و اکثر که داخل سفارت شده احتمالا حدود 15,000 یا 16,000 نفر تا فعل حال ویزه صادر شده و ما تقاضا داریم که تا 27 سفر برای ما ویزه داده شود تا زائرای ما بتونه داخل ایران شود و از ایران هم داخل عراق شود. از روز امروز است یک شنبه، از روز سه شنبه برای ما صدور ویزا شروع شده. پنج روز است که برای ما ویزه صادر میشه. با حجم بسیاری دایره که ما داریم در این پنج روز تعداد اندکی ویزه صادر شده. خوشبختانه که یک وعده را برای ما آقای نجاری داد که تا 23 سفر صدور ویزا تمدید شده، اما این کافی نیست. باید تا 27 سفر برای ما ویزه داده شود تا ما زائرین خود بتونیم انتقال بدیم طرف عتبات عالیات و مشرف شوند و زیارت کربلای معلا. بله ممنون از همراهیتون. با تشکر از محمد کبیر طاهری رئیس اتحادیه عتبات عالیات افغانستان از کابل که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.